عشق یعنی سر نهی بر شانه ای، بشنوی از شانه ای افسانه ای. خوش آمدید بینندگان عزیز به این برنامه که مربوط به عشق هست، مستند عشق، عشق و مهربانی. قبلا قرار بود اسم مستند رو بذارم شاخه های برهنه، که حالا بعدا میدونید چرا این هم میتونه یک آلترناتیو باشه برای این اسم، ولی اسم مستند رو گذاشتم عشق و مهربانی. و در واقع در این سمت شما نوشداروی رو میبینید که امیدوارم قبل از مرگ سهراب هم به شما برسه و با شیر کردن، حالا لازم نیست در صفحات اجتماعی اگه نمیخوان شیر کنید، خصوصی بفرستید برای عزیزانی که دوستشون دارید، که اونها هم اگر شکست عشقی خوردن یا در آینده شکست عشقی قراره بخورن، که در واقع هیچ چیز به اسم شکست عشقی اصلا وجود نداره و خواهید فهمید چرا، به درد اونها هم بخوره. و در این سمت میبینید که داروی زخم عمیق عشق در دسترس همه قرار دهید. در روی خیلی از داروها نوشته از دسترس مثلا بزرگ سالان یا کودکان دور نگه دارید، این رو در دسترس همه قرار دهید، این دارو رو که با به اشتراک گذاشتن اونها، چه خصوصی چه عمومی، با عزیزانتون. بینندگان عزیز، به ابعاد مختلف عشق در این برنامه میپردازیم از دیدگاه های فلسفی، ولی یک توضیح پرانتز کوتاه من اینجا باز کنم. تلویزیون رسانه ما مذهبی نیست، مذهب یک واژه زشتی هست. در این برنامه شما عزیزان رو آشنا می کنم با اون کسی که تنها یار شماست، که حتما خب همه شما این قضیه رو بارها شنیدید، اما این برنامه رو لطفاً تا آخر نگاه کنید، نگذارید وقتی مثلا من یه پرانتز باز می کنم که مثلا بعضی ها میگن آره مذهبی سو، نه مذهبی نیست عزیزان، رسانه مذهب اصلا یک واژه زشتیه. واژه های مثل مذهب، فرقه، مسلک، اینها واژه های زشتی هستند، لطفا از این واژه ها استفاده نکنید. هر حالا اون عقیده‌ای که من دارم، به نظر من یک دین هست، یک آیین هست، یک مکتب عرفانی و انسانی هست. و هر کدوم از شما هم که حتی مثلا دین مسیح، به نظرم مذهب نیست، چون مذهب یعنی یه شاخه فرقه، اصلا مذهب یعنی راهروی واژه خیلی زشتی هست که کانوتیشن خوبی هم در جوامع امروز نداره. خود من اصلا حالم بد میشه که اصلا این واژه رو بشنوم. ولی از دیدگاه عرفانی، انسانی، از دیدگاه فلسفی، از دیدگاه روانشناسی، که البته قبلا مصاحبه‌ای داشتیم با جناب امید خرمی در همین رابطه، که ایشون لایف کوچ، یعنی مربی زندگی، که یک شاخه‌ای از روانشناسی هست که لزوما برای درمان بیماری‌ها نیست، برای بهبود زندگی هست، برای استقلال شخصیتی هست، برای اینکه انسان وابسته و دلباخته شخص خاصی نشه. حالا انسان‌ها همه در این دنیا متفاوتن. انسان‌های خوب در زمان حضرت بهاءالله ایشون فرمودن کمیاب هستند. الان تعداد انسان‌های خوب خیلی بیشتر شده. میدونم خیلی از شما با این حرف من مخالفید. البته این رو من دارم میگم که بیشتر شده. حضرت بهاءالله فقط در مورد زمان خودشون نظر دارن. عشق ابعاد مختلفی داره. عشق فقط اون چیزی که همه میگن مثلا هر کسی یک نیمه گم شده داره، اینطور نیست. مثل اون برحال نیمه گم شده، این هم یک چیز اشتباهی هست که خب بعضی این عقیده رو دارن و من هم عقیدشون احترام میذارم، ولی در واقع حالا اون نیمه گم شده مثلا میگیم برای ازدواج و اینا، ولی عشق میتونه عشق به کره زمین باشه، عشق به کشور باشه، که البته انسانی که خب خودخواه فقط عشق به خودش داره، یه مقدار از خودخواهیش کم میشه، عشق به خانواده خودش هم داره، کم کم به پرفکشن و عالی شدن بیشتری میرسه، این عشق به شهر گسترش پیدا میکنه، به کشورش، و سرانجام وقتی شعورش به حد اعلا میرسه میفهمه که افتخار در این نیست که آدم کشور خودش رو فقط و مردم کشور خودش رو دوست داشته باشه، تمام کره زمین، تمام انسان ها
حتی اگه در کرات دیگه هم انسان باشه، اونها رو دوست داشته باشه، به حیوانات محبت کنه. عشق طرق مختلفی داره. آدم اعضای خانوادش رو یه جوری دوست داره، رفقاش رو یه جور، مثلا کازنها باز یه جور، کازنهای آدم مثلا پسرمو، دخترمو، پسردایی که در واقع بخشی از خانواده آدم هستن، یک کتگوری خیلی جدایی هست که نمیشه با دوستان توی کتگوری گذاشت، چون به هر حال در واقع میگم ابعاد مختلفی داره. بینندگان عزیز، در این قسمت میان پرده کوتاه بعد از این دو سه آیتمی که دیدید و این تبلیغی که دیدید، میخواستم صحبت کنم راجع به شعری که هلن عزیز، ترانه که هلن عزیز خوندن، که شاعر این ترانه یک انسانی هستن که در ایران هستن و هلن در این از این ترانه های مشابه بسیار زیاد هست. هلن در این ترانه میخونه: من همیشه به هر کی دل سپردم ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستن منو دیگه از هر چی عشق ترسون. یا مهستی که میخونه: تو کاری کردی که بشه باورم عشقای این زنونه بی دوامه. یا نیمای عزیز که میخونه: عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره. و در پایان شهره عزیز که میخونه: عبرت نگرفتم من از این همه دل بستن، شاید که در این دنیا این بوده سزای من. ببینید در قلب انسان هر کسی به جز خدا در قلب انسان باشه، اون قلب چیکار میشه؟ میشکنه. یعنی میفرمایند که در همون کلمات مکنونه کلامداری ببینید، میفرمایند اراده من یعنی خدا، یا غیر من یعنی غیر خدا، خدایی میتونه هر کسی باشه، چه در جمع رفقا چه هر کسی، مثل آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد. یعنی شما نمیتونید به قول معروف هم خدا رو داشته باشه هم خرما، قلبتون فقط باید خدا توش باشه وگرنه میشکنه. ولی مهربانی شما به انسانهای دیگه از روی نیاز نیست که من برای کسی کار کنم که اونم برای من کاری انجام بده، اون مهربانی فداکاری هست که شما به خاطر عشق خدا انجام میدید. ولی اگر محتاج کسی باشید، به انسانی نیاز داشته باشید، اون انسان رو بوت خودتون بدونید و بگید اون سلطان قلبم هست، قلبتون میشکنه دیر یا زود. هیچ عشق پایدار نیست به جز عشق خدا. به همه محبت کنید، به همسرتون، به رفقاتون، ولی سلطان قلبتون فقط خدا باشه.